درود خانم نلی، احوال شما؟ متشکرم، مرسی، ممنون. امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون از سپاسگزارم. دعوتتون. خواهش میکنم. ممنون که پذیرفتیم. خانم نلی 15 سال هست که توی کانادا هستن و 10 سال ورزش بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن، همچنین در کنار بدن سازی اسکی، دوچرخه سواری و هایکینگ و فکر میکنم توی فارسی معادل پیاده گردی داشته باشه. اینها رو هم به صورت جدی و حرفه‌ای دنبال میکنن. همچنین مدرک فیتنس اینستراکتور که میشه مربی بدنسازی، مربی تناسب اندام و همچنین نوتریشن ادوایزر، مشاور تغذیه‌ای دارن. و امروز دعوت ما رو پذیرفتن که با همون در زمینه ورزش‌های هوازی و ناهوازی یا مقاومتی و همچنین نیت که مخفف نان اکسرسایز اکتیویتی ترموجنسیس هست که فارسیش چی میشد خانم نلی؟ ورزش های فعالیت های غیر ورزشی. فعالیت های غیر ورزشی. خب لطفا شروع بکنید، میکروفون دست مجددا شما. ممنون از اینکه این تایم رو به من دادین تا من بیام این مطالب رو عنوان بکنم. من اول شروع میکنم با ورزش های هوازی. ورزش های هوازی یا همون کاردیو یا ایروبیک ورزش هایی هستن که شما در اون ورزش ها احتیاج به اکسیژن بالا دارید. یعنی چی؟ یعنی این که شما از اکسیژن استفاده میکنی تا بتونی اون پروسه ورزشیتون رو به نحو احسن انجام بدی. حالا وقتی شما اکسیژن زیادی رو دریافت میکنی، قلب مجبور میشه پمپاژ بیشتری بکنه تا بتونه اون اکسیژن رو به سلول ها، به عضلات، به مغز برسونه. این پمپاژ شدید قلب باعث میشه که قلب شما تقویت بشه، عضلاتش بزرگتر بشه و در نتیجه کارکرد بهتری داشته باشه. که شما میدونی وقتی ما بدن سازی میکنیم، میریم که به فرض ماسل های دست، ماسل شکم یا ماسل پا رو با توجه به وزنه ها اینها رو بسازیم، بزرگشون کنیم و فرمشون بدیم. ورزش هوازی همین کار رو میاد برای ماسل های درونی میکنه. قلب و ریه خودشون دو نوع ماسل هستن تو بدن و وقتی شما ورزش های هوازی میکنین، در اصل دارین این ماسل ها رو تقویتشون میکنین. خب وقتی شما مثلا به فرض میدوین، خب در نتیجه ضربان قلبتون میره بالا، اکسیژن بیشتری رو دریافت میکنین و همطور که گفتم، خب حالا قلب باید بیاد این اکسیژن رو پخش کنه تو بدن، بره به عضلات برسونه، در نتیجه همون هی بزرگ و بزرگتر میشه و قوی تر میشه. حالا وقتی که افزایش ضربان قلب هی بیشتر باشه، در نتیجه این پمپاژ خون در بدن بالاتره و این خون چون داره مواد رو توی بدن به حرکت در میاره، در نتیجه خیلی سریعتر مواد مغذی به بدن شما میرسه و مواد غیر مغذی به قلب میرسه، تصفیه میشه و شما اون دیوکسید کربن دفع میکنی و اینها جز به مزایای اون حرکت هوازیتون میشه. حرکت های ورزش های هوازی دو نوع هستن، یه سری تداومی و یه سری تناوبی. تداومی یعنی این که شما 20 دقیقه مثلا به فرض نانستاب یه حرکت هوازی رو انجام میدید. به فرض شما 20 دقیقه با شدت تمام، با شدتی که میتونید در اصل میریم میدوید. اینو بهش میگن تداومی. ولی تناوبی بهش این صورت هستش که به فرض شما 3 دقیقه میدوید، 1 دقیقه استراحت میکنید، یا 2 دقیقه میدوید، 2 دقیقه استراحت میکنید. این استراحت وسط باعث میشه که اون ضربان قلب شما میاد پایین، قلبی استراحتی میکنه و دوباره که شما شروع به دویدن سریع میکنید، دوباره این پمپا شروع میشه و خب این حرکته که هی شما ضربان قلب رو پایین بیاری و مجددا بالا ببری، از بزرگترین مزایاش میشه چربی سوزی بدنتون، کالری بیشتری میسوزونی و اون این هدفی هستش که معمولا افراد تو ورزش هوازی به دنبالش هستن که بتونن چربی بیشتری بسوزونن، کالری بیشتری بسوزونن تا بتونن به اون تناسب اندامه برسن. وقتی قلب شما بزرگ میشه، در زمان استراحت
زمانی که شما در حال استراحت هستی، خوابیدی یا نشستی، دیگه احتیاج نیست به اون شدت قلب بخواد به قول معروف پمپاش کنه. قلب بزرگتر شده، قویتر شده، در نتیجه بیشتر تو حالت استراحت هستش و این باعث میشه که از بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی درصدش پایین میاد. و اینکه شما هر چه که ورزشکارتر باشین، ضربان قلب استراحتتون پایین‌تره و یه افراد عادی، خب ضربان قلبشون با افراد ورزشکار فرق میکنه. معمولا ضربان قلب افراد ورزشکار بین 40 تا 50 هستش. یعنی شما وقتی که صبح از خواب بیدار میشین هنوز تو همون حالت به قول معروف ریلکسینگ توی تخت هستین، اگر ضربان قلبتون رو بگیرین میبینین که در هر ثانیه بین 40 تا 50 میزنه برای یه آدم ورزشکار. ولی برای افراد معمولی تقریبا بین 65 تا 75 درصد هستش این عدد. و اینکه خب زمانی که شما داری با یه شدتی ورزش هوازی رو، حالا فرق نمیکنه چه به صورت تداومی چه تناوبی، انجام میدین، این ضربان قلب میاد بالا و اگر شما سعی کنید ضربان قلبتون رو به ضربان قلب چربی سوزی برسونید، میتونید بهترین بنفیت رو از این ورزش هوازیتون به دست بیارید. از جمله مزایای دیگه ورزش‌های هوازی اینه که جلوگیری میکنه از پوکی استخوان. استخوان هم یه موجود زنده هستش، یه عنصر زنده هستش در بدن. یعنی اینکه همینجوری در طول روز بر اساس اون مواد غذایی که در بدن دریافت میکنه خودش رو هی بازسازی میکنه، ترمیم میکنه، سلول جدیدی میسازه. وقتی که هی سن رو به افزایش پیدا میکنه این روند کند میشه و در نتیجه این میشه که معمولاً وقتی افرادی که پیر میشن سنشون بالا میره با مشکلات پوکی استخون همراه میشن و اینه که شاید روی مسیر صاف دارن راه میرن میخورن زمین، به کوچکترین حرکتی خب این استخون میشکنه چون نتونسته خودش رو ترمیم کنه. ولی خب این ورزش هوازی از جمله منفعتاش این هستش که خب باعث جلوگیری از این پوکی استخون میشه و استخون شما هر لحظه بیشتر میتونه خودش رو ترمیم کنه و مقاوم تر بشه. از مزایای دیگرش بالا بردن استقامت بدن هستش. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی قلب خیلی قوی و مقاومی دارین در نتیجه درصد خستگی بدنتون پایین میاد. اگه شما دقت کنید مثلا افرادی که چاق هستن وقتی یه حرکت خیلی کوچیکی رو تو خونه انجام میدن یا یه حالا کار بیرون، یه خرید خیلی ساده انجام میدن یا چند تا کیسه خیلی سبک دستشون میگیرن، شروع به نفس زدن میکنن، خسته میشن و نفس کشیدن براشون سخت میشه. این به خاطر اون ضعیف بودن عضلات قلب هستش. و شما هرچی که این قلب رو بتونی قوی تر کنی در نتیجه استقامت بیشتری داری. به فرض میبینی وقتی یه کوهنوردی میری کسی که قلب ورزشکار قوی داره خیلی راحت و سریع اون شیب رو میره بالا بدون نفس زدنهای کمتر و خیلی سریعتر به قله میرسه، در صورت که یه آدمی با قلب ضعیف و یا حجم چربی زیاد میبینین شاید اصلا همون پایین راه ببرو اصلا بیخیال رفتنش بشه. علاوه بر اون وزن زیادی هم داره با خودش بند خدا هم میکنه. دقیقا. از جمله مزایای دیگه که خیلی به نظر من مهم هستش تو ورزش هوازی درمان افسردگی هستش. متاسفانه حالا یا خوشبختانه ما این روزها توی زندگی کامپیوتری و ماشینی غرق شدیم. یعنی چی؟ یعنی از صبح یه لپتاپ یا یه آیپد یا آیفون جلوی دستمونه، درسته با دنیا ما در ارتباط هستیم ولی تو دنیای حقیقی خودمون توی تنهایی خاصی هستیم که این واقعا داره آسیب میزنه و یکی از دغدغه های بزرگ آینده است که این داره باعث افسردگی میشه. حالا برای جلوگیری از افسردگی واقعا این که ورزش‌های هوازی خیلی میتونه کمک کنه. این که شما موزیک مورد علاقت رو بذاری به گوشت، بلند شی بری بیرون،
یک ساعت راه بری، بدوی، دوچرخه سواری کنی، مردم رو ببینی، از فضا و طبیعت استفاده کنی، اکسیژن تازه بگیری و به قول معروف از اون خلوت و تنهایی خودت حداقل یک ساعت دو ساعتی جدا بشی. و به جای این که حالا افرادی که واقعا میبینن احساس میکنن که علائم افسردگی داره درشون بروز پیدا میکنه، چون خود فرد بالاخره متوجه میشه، واقعا یکی از بهترین راهکاراش اینه که به جای این که از قرصهای شیمیایی استفاده کنن، یه مدتی رو واقعا شروع کنن به ورزش‌های هوازی و ببینن چقدر میتونن تأثیر بگیرن از این ورزش‌ها. حالا این ورزش‌های هوازی معمولا همین همیشه اول دویدنه که جلوی چشمون میاد یا راه رفتن، ولی خب چیزایی مثلا مثل طناب زدن یا حتی حرکت‌های خیلی ساده، جامپینگ جک که حالت پروانه دستمون رو باز و بسته، اینا همه جزء ورزش‌های هوازی هستش که اگر حالا کسی امکان این رو نداره که بتونه بیرون بره، حالا به علت سردی هوازی حالا هر شرایط دیگه، همون تو خونه میتونه جلوی تلویزیون وقتی وایساده داره فیلم مورد علاقش رو میبینه، به جایی که بشینه بلند شه در جا حالت قدم زدن وایسه، یک ساعتی موویشو ببینه، اینجوری ورزشش رو انجام بده با یاد یه سری از حرکاتی که همین میگم مثل جامپینگ جنگ و اینجا میتونه قشنگ این حرکات رو انجام بده، شنا کنه، دوچرخه سواری کنه و در کل همه اینا میشه اون مزایایی که شما میتونی از اون ورزش هوازی به دست بیایی و به سلامت قلب و عروق و وقتی که قلب و عروق سالمی داری در نتیجه مغز سالمتری داری، مغز بهتری داره، فکر میکنه، اندیشه میکنه و میتونی همه جوره ازش استفاده ببری. حالا اگه سوالی در این زمینه دارین حتما بخواهید. آره، حالا درسته که بعضی ورزش ها رو میشه توی خونه انجام داد و واقعا بعضی وقتا چاره ای نیست، ولی از یه سری مزایا بهرمند نمیشیم. وقتی که میریم بیرون هم اون هوای تازه است که بهمون میرسه، هم آدمای بیشتری همینجوری که گفتیم میبینیم. البته این مورد در مورد من و شما صدق نمی کنه، در مورد شما بیشتر، چون که توی کانادا حسابی سرد هست و خیلی از وقتها اصلا خورشیدی نیست. چند ماه شما آفتاب دارین و خورشید دارین؟ اسپیشیالی شهری که من هستم کلگری شهری هستش که اتفاقا آفتابش خیلی زیاده، سرمای زیادی داره، ولی خب از حسنیاتش اینه که آفتاب خیلی زیادی هم داریم، یعنی خیلی از روزها هوا آفتابی هستش، ولی وقتی درجه هوا رو نگاه میکنی منفی 35، منفی 40 و حالا دل شیر میخواد که دیگه به قول معروف بلنشی بری بیرون و بخوای بری راه بری یا پیاده روی کنی و واقعا امکان پذیر نیستش تو خیلی از شرایط چیز، ولی نه ما آفتابمون خدا رو شکر خیلی زیاد و خوب هستش. اون استان کناری ما بیسی هستش که معمولا از آفتاب محروم هستن و چون هوا اکثرا ابری و بارونی، ولی از حسنیات استان آلبرتا تو کانادا طولانی، یعنی تعداد روزهای آفتابیش در سال خیلی زیاد هستش. آها، حالا ما اینجا فقط فکر کنم 2 ماه آفتاب خوب داشته باشیم. امروز هوا سرد بود، حالا نه منفی 35 ولی مثلا هلوش منفی 4، ولی همین اتفاق افتاده بود که آفتاب بود. ولی توی جاهای عادی نه توی این شرایط خاص این امکان هم وجود داره که وقتی بیرون میریم آفتاب بهمون میخوره، ویتامین دی رو میگیریم که این هم باز هم توی سیستم ایمنی بدن کاربرد داره، هم همینجور که فهمیدین توی جلوگیری از افسردگی. شما سردترین هوایی که دیدین تا الان چند درجه بوده؟ هوایی که تجربه کردم سردترینش فکر نمی کنم از منفی 10 پایین تر بوده باشه فعلا، یعنی مثلا هوا توی شهر قبلی که بوده که بودم زیر منفی 10 هم می اومد، ولی خب مثلا 5 و 6 صبح بود که هنوز دانشگاهمون شروع نشده بود، توی تختامون بودیم، ولی خب تجربه‌ای که کردم منفی 10 و اینا بوده. شما؟ من تا منفی 52 رم تجربه کردم تو کلگری، ولی خب واقعیتش این بوده که اصلا خلالی زیاد در زندگی ایجاد نکرده، میدونی شاید یه عدد بیشتر که شما میبینی، چون حالا امکانات زندگی جوری هستش که بالاخره شما
فعالیت‌های روزانه‌ت رو داری، ولی خب یه فعالیت‌هایی مثل پیاده روی یا دو اینا دیگه اصلا در اون هواها امکان پذیر نیستش واقعا، چون شما بیشتر از 5 دقیقه نمیتونی تو فضای آزاد باشی. ولی خب الان مثلا هول و هوش هوایی ما در حد -7 تا -10 هستش که خب برای ما خیلی ایداله دیگه. یعنی من الان خودم منتظرم تا عصر بشه مثلا برم بیرون بدوم، چون اصلا -10 دیگه برامون هوای ایداله دیگه، هوای بهاریه یه جورایی. واسه من هر دمایی از وقتی که اومدم لهستان هر دمای بالای 0 گرم محسوب میشه دیگه، شما براتون -10 به بالا گرم. بعد ما یه رسم شنایی، حالا خارج از بحث داریم میریم ولی باز خوبه، یه شنای زمستانی داریم که خودشون میگن مرسوانیه. شما هم طرفای شما هم این کار انجام میدن؟ نشدم ولی خب -52 اینا واقعا دماهای خطرناکیه. این که میرن تو آب سرد شنا میکنن یخ لیکا آره، رو میشونن. آره. یعنی دو هفتم هست که من دارم همین تمرین انجام میدم، دو روز البته این تمرینم بوده. خب اینجا اینقدر درجه هوا پایین میاد و اون لیکا دریاچه ها به حدی قطر یخشون زیاد میشه که بهترین تایم برای بازی هاکی و اسکیت روی دریاچه که خب ترجیح میدن که علی خصوص کانادایی که علاقه خاصی به اسکیت، آیس اسکیت و هاکی دارن، خب اون زمان ها رو برن هاکی بازی کنن یا آیس اسکیت برن. درست. خب ببخشید بابت خروج از بحثی که داشتیم. نه خواهش میکنم. خب اگه در رابطه با ورزش هوازی سوالی نیست بریم به ورزش قدرتی یا مقاومتی برسیم. نه سوال خاصی توی ذهنم ندارم. خب بخش بعدی ورزش ها میشه ورزش های قدرتی یا مقاومتی، یعنی ورزش هایی که شما یک فشار بیرونی رو وارد بدنتون میکنی از طریق وزنه، هارتل یا دمبل یا کتلبند، که کلن وسایل و ورزش هایی که توی باشگاه هستش یا حتی تو منزل از طریق کش یا وزن بدنتون میتونین این فشار رو به بدنتون بیارید. به این نوع ورزش ها میگن ورزش قدرتی یا مقاومتی. حالا از عمده ترین مزایای ورزش های قدرتی، اول از همه یه عیبی رو از ورزش های قدرتی بگم، چون فقط فکر میکنم این تنها عیبشه، بعد بریم به کلی از به قول معروف مزایاش برسیم. ورزش قدرتی تنها عیبی که داره اینه که اگر شما ناوارد باشین تو این ورزش و آشنا نباشین با حرکات، میتونین آسیبی به بدنتون بزنین که امکان داره گاهی اوقات جبران ناپذیر باشه. در نتیجه اگر کسی انسان مثلا میخواد برای اولین بار شروع کنه و مبتدی هستش تو این ورزش، به نظر من حتما قبلش با یه حالا دوست یا فردی که حداقل وارد هستش یا حداقل از طریق یه مربی بخواد شروع کنه که خدای نکرده به اون جبرانی که به اون ضرری که میگم امکان داره ببخشه جبران ناپذیر باشه و به بدنش آسیب برسونه، به اون مرحله نرسونه، چون واقعا بعضی از آسیب ها امکان داره شاید تا ماه ها شما را از فعالیت های روزانه تون بندازه یا اینکه تا شاید آخر عمر بخواد برای شما مشکل ساز باشه. این تنها عیب ورزش های قدرتی هستش، ولی خب از مزایاش که هزار یک جور مزایای دیگه میتونه داشته باشه، اول از همه اینه که شما با توجه به اون فشاری که به بدنتون وارد میکنین، به فرض شما میخواین اون ماسل های دستتون کار کنین، اون وزنه ای که میزنین باعث میشه این ماسل ها حالت پارگی ایجاد میکنه و بعد که این ماسل پاره میشه، شما بعدش با اون تغذیه ای که داری، حالا پروتئین و کربوهیدراتی که به بدنت میرسونی، باعث میشه این ماسل دوباره خودش رو ترمیم کنه، در نتیجه بزرگتر میشه، فرم میگیره، شکل میگیره و حجم ماسلی بدنتون بالاتر میره. هرچی حجم ماسلی بدن بالاتر میره باعث میشه حجم چربی بدن بیاد پایین. خب پس این خودش میتونه یه مزیت خیلی بالایی باشه برای کسایی که میخوان وزن کم کنن.
معمولا یه ذهنیت غلط تو ذهن اکثر مردم هستش که فکر میکنن اگر برن ورزش مقاومتی یا قدرتی که بخوان کار کنن اینه که خب چربی بدن سفت میشه و دیگه نمیتونن چربی رو دست بدن، که این خیلی فکر غلطی هسته. چربی به هیچ عنوان سفت نمیشه، فقط این که شما با اون ماسلی که میسازین، اون ماسل به خاطر اینکه بخواد حجم خودش رو باز کنه، بزرگتر کنه، سعی میکنه چربی اطرافش رو از بین ببره، در نتیجه شما چربی از دست میدی و ماسل اضافه میکنی. پس این ذهنیت غلط که چربی سفت میشه یا مثلا ترس از این دارن که خیلی چاق میشن تو ورزش‌های مقاومتی، اصلا همچی چیزی نیستش. و وقتی شما هرچی حجم ماسل بدنتون میره بالا، در نتیجه متابولیسم بدنتون میره بالا. میدونین که بالا بودن متابولیسم یه پوینت خیلی مثبتیه تو زندگی، که خب باعث میشه شما هر جور دوست داری بخوری، از مواد غذایی لذتشو ببری، ولی خب خیلی بیشتر کالری بسوزونی و هنوز بتونی رو بدن فیت خودت باشی و اون تناسب اندامت رو داشته باشی. در نتیجه الان فکر می‌کنم افزایش متابولیسم یه رویایی برای همه که اگر خب هر چی بتونن افزایشش بدن میتونن از مزایاش استفاده کنن. و این هیچ راهی نداره جز اینکه شما خیلی به صورت جدی بخوای بچسبی به ورزش‌های مقاومتی. خب وقتی که دوباره مجددا شما متابولیسمت بالاست، حجم عضلانیت بالاست، توانایی جسمی بهتری داری. خب همین این بحث رو توی ورزش‌های هوازی هم کردیم که خب شما هرچی قدرت بدنت بالاتره، یه اصلا فیلینگ بهتری داری، یه اعتماد به نفس بهتری داری. معمولا میگن کسایی که ورزش بدنسازی میکنن اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن. چرا؟ چون این قدرت رو تو وجود خودشون حالا دارن حس میکنن، ولی حالا این قدرت اون قدرت ماسل هاست، ولی خب این باعث میشه تو زندگی عادی به شما اون اعتماد به نفسی رو بده که خب شما احتیاج داری. شما وقتی یه بدن فیتی داری، وقتی خیلی استخونبندی شکیلی داری، خب خیلی وقتی توی جمعی وارد میشی با یه غرور بیشتری وارد میشی، یه اعتماد به نفس بهتری رو داری. بعد مزایای بعدی دیگرش میتونه نسبت به دیابت کنترل داشته باشه، مدیریت دیابت هستش. برای کسانی که مشکل دیابت دارن، قند بالایی دارن، از بهترین چیز ورزش ها میتونه ورزش مقاومتی باشه. این باعث میشه LPL خونشون تنظیم بشه و بتونه مدیریت کنه روی قند خونشون و در نتیجه از چاقی مفردشون جلوگیری میکنه. شما میدونین کسایی که تقریبا مشکل دیابت دارن با مسئله چاقی هم یه جورایی دارن دست و پنجه نرم میکنن. بعدیش میتونه کمک به رفع بیماری های مزمن باشه. این یعنی چی؟ دردایی مثل کمردرد، پادرد، دستدرد، ورزش مقاومتی به خاطر این که میاد ماسل های، مثلا به فرض شخصی که کمردرد داره وقتی میاد ورزش های مقاومتی انجام میده و ماسل های کورش رو قوی میکنه، ماسل های کمرش رو قوی میکنه، این باعث میشه که کمر محکمتری داشته باشه، در نتیجه فشار بیشتری رو میتونه روی اون استخونها ماسلها تحمل کنه و در نتیجه به مرور دردهاش کمتر میشه. یا کسانی که زانو درد دارن، دست درد دارن، اینها مطمئن باشن با انجام ورزش ها، حالا البته نه اینکه یهو برن شروع کنن وزنهای سنگین زدن، ولی خب از وزنهای کم شروع میکنن و به مرور هرچی که استقامت بدن بالاتر میره، اصلا خودتون ناخودآگاه به جایی که مثلا به فرض بدی دنبل 10 کیلویی برداری، میبینی نه دیگه این خیلی برای من سبک شده، میبینی دنبل 15 کیلویی رو برمیداری یک ماه بعد میبینی نه اصلا دیگه این تو دستت خیلی نقش خاصی رو نداره، فشاری بهت وارد نمیکنه، در نتیجه میری وزنهای سنگین تری رو برمیداری. از مزایای بعدی دیگهش به تأخیر انداختن علائم پیری هستش، چیزی که خب خیلی از انسان‌ها دنبالش هستن، همون بحث تراکم استخون و سفت نگه داشتن کالچر بدن، اینها همه باعث میشه که علائم پیری دیرتر در شما خودش بروز بده. همون رفع شدن دردها، دردهای مزمن،
برطرف شدن اونها، همه اینها یه جوری کمک به روند جوونی، بیشتر رو به جوونی شما پیش بری تا اینکه بخوای به پیری برگردی. چون همونجور که شما میدونین وقتی که انسان سنش هرچه جلوتر میره، ماسل ها رو به تحلیل رفتنن، هی ماسل ها کوچیک و کوچیکتر میشن و این میشه که افراد پیر میبینین که خمیده میشن، خیلی کوچیک میشن اصلا افراد از یه سنی به بعد. ولی وقتی که شما این ماسل رو هی داری تقویتش میکنی، هی میسازیش، حالا حتی اگر بزرگتر، حالا یه سریایی هستن مثل افرادی که زیبایی اندام کار میکنن، خب اونها میان اصلا حجم بیشتری میخوان ماسل بسازن به خاطر حالا اون مسابقات اینا. من اصلا دارم فقط در رابطه با افراد عادی صحبت میکنم. همین که شما اون ماسل رو در هفته سه بار میری به قول معروف خرابش میکنی، پارش میکنی و بعد دوباره اون خودش رو ترمیم میکنه، این هر روز یادش میره که باید هی تحلیل بره، هی خودش رو میسازه، خودش رو میسازه. در نتیجه میگن از عمده فواید ورزش های قدرتی به تأخیر انداختن چی میگن عوامل پیری هستش. دیگه میتونه به سلامت روانی خب خیلی کمک میکنه. اگه شما دقت کنی وقتی که خیلی عصبی هستی، دوست داری به قول معروف با یکی دعوا کنی، با یه حسی هستش که بالاخره دوست داری اون عصبانیت رو خالی بکنی از وجود خودت. وقتی میری ورزش مقاومتی میکنی، با وجودی که شاید فکر ناراحتی داشته باشی، میری وزنهای سنگین میزنی، بالاخره اون حس بعد از بدنت یه جوری خارجش میکنی. در نتیجه خب این به سلامت فکر و روان خیلی کمک میکنه، میتونه شما رو شادابترت بکنه. وقتی متابولیسمت بالاتره، اصلا انسان شادابتر و سرحالتری هستی، اعتماد به نفستون رو بالاتر میبره. خیلی کمک در بهبود خواب میکنه. کسایی که ورزش مشکل خواب دارن، خب با ورزش مقاومتی به خاطر اینکه خیلی بدن خسته میشه و خب بالاخره شما کالری خیلی زیادی میسوزونی، خب خواب بهتری داری. از جمله اینکه اصلا خواب خودش کمک میکنه به ورزش مقاومتی به خاطر ساختن همون ماسلاتون و یکی از نکته های خیلی مهمی که تو ورزش های مقاومتی باید بهش خیلی اهمیت داد، همون 8 ساعت خواب شبانه است. یعنی اینکه اگر شما خواب جان؟ چیزی هم که معمولا بهش اعتنایی نمی کنن. بله دقیقا. بعد میگن چرا ما حالا مثلا این همه مدت باشگاه میریم، اینقدر وزنه سنگین میزنیم، ولی خب مثلا ماسل بزرگ نشده یا نمیتونیم بونه. البته خب خواب یکی از علتاشه و تغذیه هم خب در کنارش هستش. استراب بدنتون کمتر میشه. شما وقتی میری یک ساعت و نیم، فکر کنین که فقط یک ساعت و نیم از تایمتون رو، حالا یک ساعت و نیم معمولا تایم زندگیتون رو اختصاص دادیم به وجود خودتون، به بدن خودتون، برای ساختن بدن خودتون، این حسی که به شما میده باعث میشه که شما یه احساس رضایت خاصی از خودت داری که من میتونم برای خودم وقت بذارم، بدن خودم رو بسازم و فیلینگ خوبی که بهتون میده، این به نظر من خیلی میتونه چیز خوبی باشه. و بعد از اون سلامت غذایی هستش. یعنی معمولا کسانی که دیگه میافتن توی رشته شاخه ورزش های مقاومتی، خیلی به تغذیهشون اهمیت میدن. چرا؟ برای اینکه میبینن که دارن چه تایمی، چه زحمتی توی به قول معروف حالا باشگاه میکشن و چه دردی رو دارن تحمل میکنن. در نتیجه راضی نمیشه که بخواد بیاد بشینه هر چیزی به قول معروف. غذای خوب و بد که نداریم، فقط اینکه غذاها دستبندی میشن از نظر ارزش غذایی که دارن. خب وقتی من از باشگاه میام و میدونم چقدر من وزنه زدم، ماسل پاره کردم، الان دیگه نمیشینم به فرض یه دونه کیکی که میدونم جز شکر و کربوهیدرات هیچ منفعت دیگه ای برای من نداره. کربوهیدرات خیلی خوبه، ولی ترجیح میدم اون رو برم یه کربوهیدرات سالم انتخاب کنم، مثل مثلا سویت پوتیتو، و کنارش پروتئینم مصرف کنم که حالا این ماسلام بتونه خودشون رو بسازه و خودش رو تقویت بکنه. دیگه
در آخرم میشه بگی که خب همه اینا رو که کنار هم میذاریم میبینی که شما تونستی به بالاترین به قول معروف پوینت ورزش برسی، این که مدیریت وزن بدنت هست و اون زیبایی اندام و اون شیپی که میتونی به بدنتون بدی، که خب این خیلی مهم هستش دیگه، که شما بتونی وزنت رو کنترل کنی، کنترل وزنتون دست خودتون باشه. این که حالا اگر دوست دارین که وزن کم کنین، در نتیجه میری ورزش مقاومتی انجام میدی، البته خب ورزش حوازی هم در کنارش هست، و کالری دریافتیت رو کم میکنی، خب وزنت کم میشه. نه میخوای حج بگیری، عضلاتت رو بیشتر کنی، ورزش مقاومتی انجام میدی، در نتیجه به تغذیه بیشتر میرسی، وزن بیشتری میگیری، یا نه میخوای تو تثبیت وزنت باشی، با وزنت خیلی اوکی هستی و این شیپ بدنیت رو دوست داری، در نتیجه ورزشت رو میکنی که فقط اون شیپ ماسل ها رو داشته باشی و با توجه به تغذیه به همون میزان هم دریافت کالری میکنی و وزنت رو تثبیت نگه میداری. و دیگه چی میتونه از این بهتر باشه که این کنترل وزنه که همه دارن ازش یه جورایی مینالن و ازش شاکی هستن، این دست خودتون باشه کنترلش. درست. نم اگه سوالی هست هستم در خدمت. سوال آره دارم، ولی قبل از اون یه چند تا چیز تکمیلی دارم در حالا تایید حرف شما و همچنین روشن‌تر کردنشون. این که چجوری سوخت ساز بدن بالاتر میره و همینجوری که شما گفتین اینجوری نیست که چربی ها سفت بشن، ما عضلاتمون داره بیشتر میشه، حتی ممکنه وزنمون افزایش پیدا بکنه، ولی به خاطر این هست که عضلات چگالی بیشتری دارن، حتی اندازه کم عضلات وزن بیشتری رو به ما میده، ولی این به معنی این معنی نیست که ما وزنمون وزن ناسالمی هست، ما عضلات بهتری داریم. وقتی هم که عضلات بهتری داشته باشیم، بیشتری داشته باشیم، مثل یک کارخونه میمونه که کارمندای زیادی داره، مثل یه شرکتی مونه که کارمندای زیادی داره، این عضلات مثل اون کارمندا هستن، پس باید هر ماه یه مبلغ بیشتری رو به اینا حقوق بده. به خاطر همین هم این مثال رو استفاده میکنم که بگم چرا ورزش های بی حوازی یا مقاومتی سوخت ساز بدن رو بالا میبرن و انرژی اکسپندیچر یا میزان مصرف انرژی بدن رو بالا میبرن. و حالا سوالی که دارم، شما گفتین که مثلا میان وزنهای مختلف رو امتحان میکنین، بعد اول میگین که نه دیگه، اول 10 کیلو واسه تون زیاده، بعدا میگین که نه من این واسه هم دیگه خیلی ساده به نظر میاد، باید وزنم رو افزایش بدم. یک کاری که من میکنم، یعنی وقتی که باشگاه میرفتم انگار داشتم میرفتم مدرسه، همیشه چند تا دفتر و خودکار و اینا همراهم بود، خواستم بدونم که شما موافق یادداشت برداری و یادداشت آخرین وزنه ای که زدیم تعداد تکرار و اینها هستین یا نه؟ اتفاقا کار خیلی خوبی هستش و معمولا مربی ها برای شاگردا این کار رو اونها انجام میدن، و حالا شما اگر خودت برای خودتون انجام میدادین که خب گود پوینت برای شما و نکته خیلی خوبی هستش. برای این که میگن بدن خیلی سریع عادت میکنه به اون حرکت، به اون وزنه، برای همین شما همیشه باید یه تنوعی رو تو حرکاتتون یا توی وزن وزنهایی که انتخاب میکنین باید داشته باشید. یعنی این که شما باید یه برنامه‌ای داشته باشی برای خودت که این هفته من میخوام مثلا در روز دوشنبه روی ماسلای سینه کار کنم، روز حالا معمولا میگن یک روز در میون که ماسل وقت ترمیمش رو داشته باشه، مثلا روز چهارشنبه رو ماسلای کرم کار میکنم و مثلا روز جمعه میذارم فول بادی یا لگ روی مایچه های پا کار میکنم. این که شما چه تعدادی رو داری رو اون حرکت انجام میدی و رو چه وزنی رو داری میزنی، و این خیلی خوبه که شما یادداشت کنی و ببینی که مثلا هفته آینده یا نه دو هفته دیگه چقدر تونستی خودتون رو پروف کنی. و حتما باید هی خیلی کوچیک کوچیک، استپای کوچیک کوچیک، شما این وزنه رو بیشتر کنی. حالا وزنه رو بیشتر میکنی شما، ولی در رابطه با تعدادش بستگی دیگه به هدفتون داره. اگه شما میخوای میزان استقامت بدنتون بره بالا، خب تعداد تکرار بیشتری رو میزنی، ولی نه اگر میخوای ماسل بسازی، وزنه رو که بیشتر میکنی در حد دیگه میگن ناتوانی،
یه وزنه رو در حد ناتوانی انتخاب میکنین و شاید حداکثر بتونین 3 تا حرکت رو از اون بزنین، ولی بازم خودش خیلی خوبه. این که توی برنامه ورزشی همیشه یه تنوعی رو ایجاد کنین، چه از نظر حرکات چه از نظر انتخاب وزنه ها، این یه بنفیت خیلی بالاییه که شما به بدنت میدی، چون بدن خیلی اسمارته، خیلی سریع عادت میکنه. و این که شما این پازلاشو هی به هم بریزی که مجبور به چالنجینگ بشه، که مجبور بشه که هی با خودش چالش داشته باشه. بعد کار خیلی عالی بوده که شما انجام میدادی. و در مورد مثلا سلامت بدن و کمردرد و اینها گفتین، اینو من خیلی توی سنین خیلی پایین تجربه کردم که دچار کمردرد شدم به خاطر ورزش و فشار زیادی به بدن آوردن. توصیه که معمولا میکنن این هست که شنا بریم، ورزش شنا، نه حالا شنا پوشاپ. و تأثیراتی داره، وزن رو واقعا از روی بدن برمیداره، از روی مهره برمیداره و واقعا آرامش خوبی رو توی همون مدت احساس میکنین، ولی چندین جلسه شنا رفتن رو یه کفه ترازو قرار بدیم و یه جلسه ورزش مقاومت انجام دادن رو یه کفه ترازو، واقعا خیلی راحت اون کفه‌ای که ورزش مقاومت توش هست پایین تر میره و قدرت بیشتری داره. من میشد که خیلی وقتها زمانهایی که ورزش نمی کردم هر 15 دقیقه پای کامپیوتر میخواستم بلند بشم که میخواستم ترجمه بکنم، نمیتونستم تمرکز کنم به خاطر دردی که کمرم احساس میکرد. ولی وقتی که ورزش میرفتم هم اون شرایط روانی رو که برای آدم مهیا میکنه، آدم میتونه یه جا راحت بشینه، هم دیگه کمرم درد نمیگرفت. حتی همون جلسه اول، همون روزی که ترمیم هم انجام نشده بود، این اتفاق میافتاد و این بهبود رو احساس میکردم و واقعا میارزید به چندین جلسه ورزش شنا. خب. من در تکمیل صحبتتون میگم اتفاقا اصلا علتی که من خودم 10 سال پیش شروع کردم ورزشای بدنسازی رو همین مشکل کمردرد شدیدی بود که داشتم. من بعد از زایمان دومم خیلی کمردرد شدید داشتم و جوری که اصلا شاید هفته ها نمیتونستم از خونه بیرون برم. حالا هی مسکن بخور و نرمش هایی که دکتر میداد، ولی دیگه یه روز تصمیم گرفتم که نه، اینجوری نمیشه. خیلی زود از الان من بخوام به قول معروف تو خونه استاک بشم. من کلن آدمیم که اصلا با نشستن میونه ای ندارم، یعنی خیلی آدم پرتحرکی هستم. این شد که شروع کردم ورزش، همین باشگاه ثبت نام کردم رفتم. الان واقعا خودم دارم میبینم پرووی که تو این 10 سال داشتم و تقریبا میتونم بگم، حالا میتونم بگم حد اکثر دیگه بعد از 1 سال من هیچ دردی نداشتم و کامل اصلا اون دردای حالت سیاتی، کمردرد، پادردای شدیدی که داشتم برطرف شد. و یه جورایی الان حتی خیلی به خودم پرادم که حداقلش اینه که توی باشگاه الان دارم اسکواتایی میزنم با وزن سنگین که مثلا وقتی میبینم یکی داره نگاه میکنه به هم، پیش خودم میگم ایول نلی تونستی. یعنی کسی که واقعا من میگم شاید روزها خابیده بودم فقط به خاطر کمردرد، خب حالا الان تونستم برم و حالا اسکوات سنگین بزنم. و واقعا من خودم کسی هستم که به شخص، حالا و شما هم که خب حالا یه نمونش بودی که الان خودتون عنوان کردی، که چقدر تونست توی مقاومت بدنی من تاثیر داشته باشه. درسته. و در مورد سویت پوتیتو اینها رو شما چرا برای بعد از ورزش توصیه میکنیم؟ و یه چیزی رو هم بگم، من خب میدونی که چه رژیمی رو دنبال میکنم، ولی سویت پوتیتو رو غذایی هست که میخورم. اتفاقا این سویت پوتیتو دارم که برای تمرین بعدیم نگه داشتم. الان خیلی از کتویی ها این رو بشنبن، من رو به عنوان کافر خونم رو حلال میکنن، ولی به نظر من حتی توی کربوهیدرات های طبیعی منافعی هست و حتی میتونه شما رو خیلی موقتی از کتوسیس خارج بکنه، که مسئله نیست، نیازی نیست که ما همیشه توی کتوسیس باشیم. ولی حالا شاید
توضیح در مورد تغییرات هورمونی که ایجاد میکنه کربوهیدرات برای مخاطبین روشن کننده باشه که چه مزایایی میتونه داشته باشه. نمیخواستم الان خیلی بحث رو ببریم روی تغذیه، ولی خب حالا یه کوچیکی در رابطه باهاش اشاره میکنیم، صحبت میکنیم. واقعا یه چیزی که تو ذهن همه اکثر مردم هستش این که کربوهیدرات رو یه چیز خیلی وحشتناک چاق کننده میدونن که تا اسم رژیم هم میاد میگن باید برنج و نون رو حذف کنی مثلا دیگه نخوری تا بتونی وزنت کم بشه، که من شدیداً مخالف این قضیه هستم. توی دنیا هیچ مواد غذایی بدی نداریم، همه مواد غذایی مفید هستن، در صورتی که شما بدونید چه اندازه چه حد برای بدنت احتیاجه و در اون حد نیازت استفاده کنی و بتونی با ماکروها بازی کنی تا بتونی به اون هدفت برسی. حالا مثلا وقتی من میگم سویت پوتیتو، خب واقعا این که مایچه برای ساختنش احتیاج به کربوهیدرات و پروتئین داره، این یه چیز طبیعی ثابت شده. حالا من میتونم اون کربوهیدرات رو به فرض برم یه کیکی که آرد سفید و کلی شکر توش اضافه شده استفاده کنم، یا اینکه میتونم بیام مثلا یه سیب زمینی معمولی بخورم یا برم سویت پوتیتو بخورم، دیگه همه اینا کارب هستش. ولی خب علم نوتریشن اینو میگه که اگر شما تونستی اسمارت انتخاب کنی که اولا کربوهیدرات های پیچیده استفاده کنی، که اینها کربوهیدرات های پیچیده خیلی دیرتر تو بدن تبدیل به قند میشن و در نتیجه شما احساس سیری بیشتری میکنی و کربوهیدرات انیوی کربوهیدراته، نمیشه بگی که حالا مثلا اون سیب زمینی بده ولی اون خوب هستش، ولی فقط توی بحث اون کارب پیچیده و سادش هستش که متمایزشون میکنه. و اینکه خب واقعا برای بدن احتیاج هستش و نباید حل. اتفاقا کربوهیدرات منبع اصلی سوخت بدنه و من نمیدونم مثلا این رژیم کتو چطور میتونه، حالا نمیخوام خیلی به قول معروف فکر سیاسفید داشته باشم که اصلا کامل بگم که خب حالا اون درست است، ولی واقعا اینه که بدن به کربوهیدرات احتیاج داره، منبع سوخت اصلیشه. مثل این میمونه که ماشین برای حرکت بنزین میخواد، شما باید اینو قبول کنی. حالا میشه که یه مدت توش گازوئیل بزنی شاید هم حرکت کنه، ولی بالاخره ماشین بنزین میخواد دیگه. حالا شما میخوای این منبع سوخت اصلی رو از ماشین بگیری، درسته شاید بتونی با چیزهای دیگه ای جایگزینش کنی، ولی به نظر من در دراز مدت معایب خودش رو داره. و حالا نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم چون به قول شما پامونو میکنیم تو کفش کتوه یا با، و حالا دیگه خیلی از بحث خودمونم دور میشیم. خب من خودم حامی کتو و کارنیوار هستم، اما چیزی که توصیه میکنم این هست که اگر ما کتو رو برای درمان یه شرایطی مثل مقاومت انسولین دیابت اینها توصیه میکنیم، وقتی که این شرایط درمان شد، حالا اختلاف نظر ما بیشتر توی میزان کربوهیدرات ممکنه باشه. من میگم که اگر که بدن اون کربوهیدرات بهش نرسه، اون قند رو میتونه باز از شکستن پروتئین به دست بیاره، ولی این انرژی میبره. اگر که بدن سالم باشه اون قند رو بهش برسونین، خب دیگه نیازی به مصرف انرژی برای تولید اون و برای و نیاز به زحمت کشیدن بیشتری نداره. ولی این زمانی که بدن سالم باشه، به نظر من قند تا یه درجاتی توی یه شرایط خاصی میتونه استفاده بکنه. همونطور که الان خودتونم تو صحبتتون گفتین، کتو یک روش درمانه نه یه رژیم. روش درمانی بوده واسه کسایی که بیماری سر داشتن یا بیماری های دیابت شدید داشتن، و بعد از یه مدت وقتی دیدن که این افراد رو به خاطر درمانشون روی این روش بردن که کربوهیدراتشون رو به درصد خیلی پایینی برسونن، ولی خب دیدم وزنم به همون نسبت خیلی سریع وزن کم کردن، حالا اومده شده متداول شده به عنوان یک رژیم، ولی واقعا در اصل یه روش درمانه. و حالا میگم خیلی الان بحثش رو نکنیم، بذاریم انشالله تو صحبت‌های بعدی مفصل در موردش صحبت بکنیم. حتما، خیلی استقبال میکنم. حول و حوش یه 17-18 دقیقه وقت داریم که میتونیم بپردازیم به نیت که
عنوان کرده. بعد از ورزش‌های هوازی قدرتی، چیزی که الان خیلی محققا دارن روش بحث میکنن و مورد اهمیت قرار میگیره میت هستش، یعنی نان اگزرسایز اکتیویتی، ورزش‌های فعالیت‌های غیر ورزشی. و این اهمیتش به نظر من تو زندگی خیلی بیشتر از انجام دادن ورزش‌های هوازی و مقاومتی هستش. چرا؟ برای اینکه کلن اصلا از اینجا شروع کنم که محققا میگن هر فرد سالم در روز احتیاج داره که 1000 قدم راه بره. حالا من در رابطه با نورت آمریکا دارم صحبت میکنم، این تحقیقی بوده که اینجا انجام دادم، ولی اومدن وقتی میانگین گرفتن یا آماری رو گرفتن دیدن افراد فقط بین 3000 تا 4000 قدم در روز راه میرن و این خیلی درصد پایین هستش. همون بحثی که بهتون گفتم، زندگی کامپیوتری و ماشینی امروز باعث شده که انقدر تحرکمون در روز کم باشه که شاید ساعت‌ها میشینیم بدون این که اصلا دقت کنیم که مثلا چند قدم امروز راه رفتیم و اصلا ساعت‌هاست که اصلا بلند نشدیم از جامون تکون بخوریم، حالا مگه اینکه مثلا فقط به خاطر حالا یه در یخچالی سر بزنیم و برگردیم بیایم. و این خیلی بده. ضرری که این به بدن میرسونه میگن در حدی هستش که یه حالت مرگ تدریجی رو داره برای افراد داره پیش رو میاره. اولین کاری که میگن بکنین این که حتما توی روزتون دقت به این داشته باشین که 1000 قدم پیاده رویتون رو بزنید، یعنی اینکه حداقل در روز 1000 قدم رو راه برید. الان اگه دقت کنید تمام ساعت‌های اسمارت ورزشی اینجوری هستش، هر نیم ساعت یه دفعه به شما یه نوتیفیکیشن میده که بسه بلند شو راه برو. این دقیقاً همون بحث نیت هستش، اینکه دارن به این نتیجه رسیدن که اگر بدن بیشتر از نیم ساعت بشینه، خب این خیلی ضرر، حالا از نظر همون تحلیل رفتن استخون ها، مایچه ها و همه جور ضرر برای بدن داره. در نتیجه این که شما بعد از هر نیم ساعت، حالا اگر حتی اپل واچ یا این ساعت های ورزشی رو نداری، خودتون اتوماتیک باید بلند شید برین مثلا حتی اگه شده دور خونه 3 دور را برین، 4 دور را برین، این حرکت رو حتما داشته باشید. بحث خیلی مهمی که خب الان اکثر افراد ساعت‌ها پشت یه میز میشینن پای کامپیوتر، 8 ساعت کاری و خب خیلی تایم زیادی هستش. الان اگه دقت کنین علی خصوص تو همین کانادا و آمریکا، به محض اینکه درخواست میدی یه میز استند برای کامپیوتر تو شرکت، درخواست قبلا که سر کار میرفتیم دیگه، علی 1 ساله که تو خونه محکومی، ولی میز استند کامپیوتر میخواستی سری برات باید اشعار قبول میکرد، برای اینکه واقعا اون نشستن ثابت 8 ساعت پشت میز و اون حرکت و موومنت کمی که شما داری باعث کمردرد، سردرد، خستگی، قوز پشت، همه اینها میشه دیگه، چی میگن، فرم بدنتون به هم میریزه. در نتیجه این میزای استند شما میتونی هر 20 دقیقه یه دفعه بلند شی و یک رو ایستاده کار کنی، روی پاد بیستی. اصلا کلن روی پا ایستادن، حالا همون بحث این که داری یه فیلمی رو نگاه میکنی، فیلم 1 ساعت و نیم، نباید 1 ساعت و نیم ثابت یک جا بشینی، میتونی بلند شی اندازه 1 روب بشو مثلا ایستاده بایستی فیلم رو نگاه کنی، یا موقع غذا خوردن مثلا کسایی که 8 ساعت کار اداری دارن میگن حتی اون 1 ساعت غذا خوردن ایستاده بایستن غذا بخورن، یا حداقل برن حتما اون 1 ساعت مثلا 10 دقیقه‌شو به غذا اختصاص بدن، بقیهشو برن را برن. این خب قدم زدن و همون راه رفتن، خب البته خب خیلی فعالیت‌های دیگه هست در روز که جزء این فعالیت‌های غیر ورزشی، مثل همه مثلا تلفن صحبت کردن، خرید کردن، نمیدونم خونه رو تمیز کردن، هزار یک کاری که امکان داره که شما انجام بدید، ولی خب اون یعنی ایناف نیستش، کافی نیستش واسه تکمیل کردن اون 1000 قدم یا اون
فعالیتی که در روز میتونین داشته باشه. خیلی از افراد هستن علی خصوص الان تو دوران قرنطینه، خب از صبح خونه هستن، همون از تخت بلند میشه میاد میشینه پشت میزش، کامپیوتر روشن میکنه، 8 ساعت هم میشینه کار میکنه، حالا نهایتاً از تو آفیس بلند میشه میره تو آشپزخونه یه غذایی میخوره، یعنی خیلی فعالیت کم هستش. خب بعد از کارم 8 ساعت کاری دیگه خسته شده و نهایتاً بشینه یه ساعتی دو ساعتی هم پای تلویزیون و یه اخباری به گوش بده و یه تلویزیونی نگاه کنه، دیگه میشه ساعت مثلا 7-8 شب، یهو یادش میفته که ایوا رینگای ورزشش رو مثلا پر نکرده، حالا با این اپل واچه یه یک ساعتی بلند میشه، مثلا اگه تردمیل داره بلند میشه روی تردمیلش، یا اگه دوچرخه ثابت داره، یا حتی اگه جیم میره، بس حتی اون افرادی هم که حتی جیم هم میرن، میره جیم ورزشش هم انجام میده. ولی باز در نهایت شما وقتی که آخر شب قدم هاتو وقتی میشمونی میبینی که نتونستین نهایتا از 4000 تا بیشتر بشی. در میان تقسیم بندی کردن، گفتن افرادی که میتونن 1000 قدمشون رو در روز راه برن و در اصل یعنی اون نیتشون رو هیت میکنن، خیلی بدنای سالم تری دارن از افرادی که حتی 5 روز در هفته میرن جیم، ورزش مقاومتی یا حوازی انجام میدن، ولی اون تعداد استپ های روزشون رو کامل نمیکنن. و این خیلی جالبه، یعنی میگه این افراد خیلی اولویت دارن به این گونه، به این دسته از افراد، و این رو باید خیلی بهش اهمیت بدین. این مسائلی که الان مثلا میگم وقتی شما میری خرید، سعی کن ماشینتو در دورترین نقطه از در شاپینگ سنتر پارک کنی که حداقل مجبور بشی مثلا پیاده راه بری تا جایی که میتونی، حتی در رابطه با مثلا زمانهایی که شما مجبوری دیگه بشینی، هیچ راه چاره‌ای نداری، مثلا بفرض شما پشت فرمون هستی و مسافت طولانی رو باید رانندگی بکنی، خب دیگه نمیتونی قدمتون رو به قول معروف استپاتون رو بخواید پر کنی. یه حرکتی رو که برای این مواقع میگن خیلی مفید هستش اینه که وقتی شما نشستی پشت فرمونی، پشت ترافیک گیر کرد، شما هی ماسلای شکم رو بده تو، بعد بازدم عمیق داشته باش. این حرکت رو چندین بار پشت سر هم، یا حتی وقتی تو اداره نمیتونی مثلا بلندشی را بری، این حرکت خیلی مفید هستش. پس نفس خیلی عمیق در حدی که کامل عضلات شکم رو جمع کنیم به داخل. حالا اصلا خود این حرکت کلی توی چربی سوزی شکم هم تاثیر میذاره، یعنی شما وقتی این رو عادت خودت میکنی، که خیلی کار ساده ایه، همین نشستی پای کامپیوتر داری کاراتو انجام میدی، هی این حرکت رو انجام میده، اصلا بعد از یه مدت میبینی چقدر سایز شکم و پهلوتون کوچیک میشه و چقدر تاثیر داره. حتی اون تنفس عمیقی که میکشین، اون اکسیژن زیادی که میدین دوباره بازنمی که میکنین، همو برمیگرده بحث ورزش‌های حوازی که واقعا بدن احتیاج داره اون اکسیژن. و این یکی از راهکارهاشه. در نتیجه این که حتما سعی کنین که این حرکاتو داشته باشین، قدم‌ها رو بزنین، و این که حداقل در روز 3 ساعت ایستاده باید کاراتون انجام بدید. هر انسانی وقتی ایستاده، من وقتی ایستادم دارم مثلا تلویزیون نگاه میکنم، هیچ حرکت ورزشی هم نکنم، 50 کالری دارم میسوزونم. شما در نظر بگید که در روز 3 ساعت کارهای مختلفتو ایستاده انجام بده. ایستاده وایسا غذاتو بخور، ایستاده وایسا وقتی میخوای با تلفن صحبت کنی وایسا صحبت کن، تلویزیون میبینی، کلا شما 3 تا 50 کالری 150 کالری همینجوری اضافه سوزوندی. حالا شما اینو جمع بزن توی 7 روز هفته، ببین با یه استپ خیلی کوچی چقدر تونستی کالری بیشتری بسوزونی. و اینکه واقعا این که میگن سکون بودن بدن، یعنی بی تحرک بودن بدن، آسیب هایی رو چه به مغز، یعنی باعث مردن سلول های مغزی، باعث ضعیف شدن قلب و عروق، باعث تحلیل رفتن استخون‌ها اینا میشه، که الان اصلا خیلی بیشتر دارن روی بحث نیت صحبت میکنن، که من فکر کنم اصلا خیلی از افراد حتی اسمش هم براشون جا
جدید باشه و نشنیده باشه. خودم اولین بار بود که اسمش رو میشنیدم وقتی شما معرفی کردین. و چیزی که توی ذهنم ایجاد میکنه اینه مثل پولای خوردی هست که میدازیم توی قلک یا قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، یه اینجور حالتی میزان تحرک بدن افزایش پیدا میکنه با چیزای ذره ذره. نه علی خصوص میگم توی این یک سالی که الان دوران قرنطینه و کرونا شده، خب واقعیتیه که همه درصد فعالیت بدنشون خیلی اومده پایین. خب الان باشگاه ها تعطیله، خب باشگاه نمیشه بری، هر روز نمیشه که مثلا با توجه به آب و هوا و حالا شرایط حالا شهری هر کس بتونی ورزش هوازی بیرون انجام بدی. همه کس به قول من رو وسایل ورزشی تو خونه نداره که بخواد از اونا استفاده کنه، ورزش کنه. پس اگه حداقل بیاد به این نیتش توجه کنه و حداقل اون 1000 قدم رو در روز بزنه، حالا 1000 هم که سایز خونه کوچیک باشه، شما 20 دور بزن، 30 دور بزن، این بازم میتونی شما رو به اون سقفی که میخوای ریچ کنه برسونه. یا مثلا همه بحثایی که از پله، از آسانسور استفاده نکنید، سعی کنین از پله استفاده کنید. این مثلا در رابطه با حالا کسایی که تو آپارتمان ها زندگی میکنن، الان میگم همه امکانات زندگی شده زندگی راحت دیگه، همه چیز ماشینی. حالا حتی چی میگن، قبلا فعالیت های زندگی هم یه جوری بود که به فرض اگر یه خونه رو میخواست مثلا مادرای ما جارو کنن، جاروها جاروی دستی بود که همون اون باعث میشد کلی اینا کالری بسوزونن، ماسل ها رو بخوان به حرکت روزانه به هدف نیتشون برسن. دقیقا. ولی الان حالا یه نسلی که اومد، خب جارو برقیه که خب خیلی کار رو راحت تر کرده، حالا نسل جدیدش جارو برقیایی شده که اتوماتیک خودش سر ساعت را میفته برات خونه رو جارو میکنه، که حتی اصلا شما هم دیگه احتیاج نیست. یعنی همینجوری این زندگی ماشینی داره روز به روز این فعالیت بدنی رو داره کمترش میکنه. شما شاید مثلا قبلا اگر میخواستی بری دمای درجه خونه رو ببینی، بلند باید میشدی میرفتی مثلا به اون ترموستات میرسیدی تا ببینی دمای خونه چنده، ولی الان نشستی رو موب میپرسی هی گوگل الان دمای خونه چنده و اون بهت میگه. یعنی حتی اون چند قدمم دیگه شما بلند نمیشی راد. حالا اینا خیلی نکات ریزیه که وقتی آدم هی بخواد هر روز تو زندگیش رعایت کنه، میبینه ای به قول شما همون با همون پول خورد یهو یه قلک خیلی بزرگی رو تونسته برای خودش جمع کنه و حداقل بتونه اون ورزش فعالیت‌های غیر ورزشی روزش رو بالا ببره. فکر می‌کنم داریم به آخر میرسیم. من یکم با تأخیر تایمر رو زدم برای که بتونیم روی لایو هم بذاریمش سری یک ساعت بشه. حالا خیلی ممنون که همه مباحث رو مطرح کردین. یه خلاصه هم بگین که مردم چجوری میتونن به شما دسترسی پیدا بکنن به مطالب شما و خدمات شما. پیج اینستاگرام هم هست فیتنس بای نیلی، فیتنس اندرسکور نیلی، نیلی رم که NELLY. پیج اینستاگرام هم هستش و تقریبا سعی میکنم که تمام مسیج های این باکس هم رو جواب بدم. کامنت اگر بذارن حتما کامنت ها رو جواب میدم. همونجا آپشن ایمیل دارم که وصل میشه به ایمیلم، اگر کسی کاری سوالی چیزی داره میتونه به من ایمیل بزنه و دیگه از طریق پیج اینستاگرامی. و من کلی اونجا الان هدف من اصلا از این پیج اینه که بتونم همین فقط بگم ورزش کنید، سالم غذا بخورید، لایف استایل سالمی داشته باشید، زندگی پرتحرکی داشته باشید و هر چیزی که احساس کنم مفیده برای زندگی انسان ها. یعنی این نیستش که من فقط از صبح تا شب از ورزش خودم فیلم بگیرم و اونجا بذارم، نه این نیستش واقعا. چون خیلی از پیجای ورزشی رو میبینی که پرسونال ترینر از صبح تا شب حالا فقط ورزش خودش رو داره فیلم میگیره میذاره، یا عکسای شخصی خودش رو داره، ولی حالا اون یه بخششه که خب من سعی میکنم ورزش و نرمشه که حداقل بهم درخواست میدن و میخوان و براشون میذارم. ولی در رابطه با مسائل تغذیه‌ای هم من خیلی پست دارم همون جوری که شما دیدی، و کلن پست های انگیزشی که باعث بشه که حالا انگیزه افراد در رابطه با زندگی سالم میگم همه اینان هم داشته باشن. خیلی ممنون. ممنون از وقتتون و ممنون از همه مطالب. ممنونم. ممنون از شما. شبتون خوش. شبتون خوش.
امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه. اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید، لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه. اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید، لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبت‌تر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن. همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره، لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست. البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن. همچنین اکانت پیپل من و QR کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید. اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست، همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.